بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوشحالم اینجا هستم در خدمت شما. روز خیلی خوبی بود و واقعا خیلی پربار برای من. مطمئنا من شما رو خیلی خسته کردم، ولی شما خیلی مفید و فایده برای من بودید. خب من فوق لیسانس تربیت بدنی هستم. من در انگلستان تحصیل کردم برای مربیگری، از بی رفتم اونجا، یعنی از پایه رفتم اونجا، و اونهایی که تونستن قبول بشن خب خیلی کم بودن. من به عنوان بهترین مربی سال 2005-2006 انتخاب شدم اونجا و منو معرفی کردن به قسمت لایسنس A یعنی A انگلستان، و در اونجا من بعد از 2 سال 124 نفر بودیم در این گروه هایی که می اومدن. تو این 2 سال من تونستم پاس بکنم همون بعد از امتحان بعدیم، و تونستم بین اون 7 نفری باشم که تو 124 نفر تونست شرکت کردن. معمولا لایسنس A رو توی انگلستان هر سالی که میان 1 نفر 2 نفر نهایت 3 نفر میتونن قبول شن بعد از 1 سال تحصیل تو اونجا، و بقیه باید دوباره از اول ادامه بدن. ولی خب خوشبختانه من تونستم جزء اون 7 نفر باشم. سال 2008 تونستم لایسنس A رو بگیرم و بعد از اون پرو لایسنس رو شرکت کردم، ولی خیلی کار سختی بود. شما میدونید در A لایسنس انگلستان خب یکی از قوی ترین لایسنس های دنیاست، شاید بتونم بگم قوی ترینش در این سبک، و کلن فکر میکنم در این 100 سال گذشته فکر میکنم یه چیزی حدود 500 خورده ای لایسنس صادر کرده. یعنی ببینید چقدر کار سختیه. و برای پروش که از سال 2004 شروع شده بود انتخابی بود، یعنی افراد هر کسی نمیتونست وارد بشه. من یادمه که وقتی که من ثبت نام کردم و درخواست دادم 500 نفر بودن و اونا میگفتن ممکنه کار خیلی سختی باشه و احتمالش خیلی خیلی ضعیفه، ولی خوشبختانه به من ایمیل زدن که شما انتخاب شدید. بین 500 نفر حدود 15 نفر رو انتخاب کردن و یکیش من بودم، از کسایی که در کنار من بودن و من افتخار داشتم با اونا باشم. یکی همین سرمربی تیم فعلی من یونایتد سولشر بود که خیلی با هم دوست صمیمی هستیم، زولا بود بازیکن تیم ملی ایتالیا، و افراد دیگه‌ای که اونجا بودن مثل ساندی اولیسی که از چیز اومده بود، از نیجریه اومده بود. رو همین حساب افراد خیلی خیلی با پروفایل بالایی بودن که تو پرو لایسنس ما شرکت کردن، و ما تونستیم بعد از 1 سال تونستیم پرو لایسنس رو بگیریم. سال 2012 گرفتم. اصلا این شماره 12 با من یه جورایی عجینه، تو همه زندگی من هست. رو همین حساب این داستان به این صورت بود که بعدش هم اومدم پرسپولیس و چند سالی در پرسپولیس بودم و هیئت مدیره، و الان هم تیم ملی نوجوانان هستم. باعث افتخار من اومدم جایی که یک سری جوان تحصیل کرده دارن فارغ از هر به قول معروف وابستگی دارن برای ایران اسلامی زحمت میکشن، دارن تحقیق میکنن. اینجوری که با هم صحبت کردیم کلی از سکشن های مختلف رو شما دارید که دارید تحقیق میکنید، جوان های تحصیل کرده دارن روش کار میکنن که گره های بعضی از گره هایی که میشود به زودتر به نتیجه برسه و یا بشه اونها رو حل کرد و دارید انجام میدید. من برمیگردم در مورد آقای رافی پور، در مورد بحث اولمون که اصلا چی شد که با هم آشنا شدیم. خب من توی خارج از ایران تو اسپانیا زندگی میکنم، در اونجا یک شک و شبهه نسبت به یک سری از مسائل پیش آمده ایجاد شد، و من وقتی که اومدم اونجا خیلی خیلی من یعنی یه جوری بود که شب دیگه نمیتونستم بخوابم و باید حتما به اون سوالم جواب داده میشد، و میشستم تحقیق میکردم. تمام میگم شاید هم خیریتی بود، این باعث شد تحقیقات اسلامی من زیاد بره بالا، تحقیقات تاریخی من خیلی بره بالا. و بعدش وقتی که من با چند تا دوستان صحبت کردم که یک سری همچین سوالاتی و یک سری از این تشویش هایی توی ذهن من ایجاد شده، شک و شبه های ایجاد شده، من میخوام یک جایی باشه که بتونم برم اونجا جوابی برای این قضیه پیدا بکنم. یکی از دوستان زحمت کشید با شما صحبت کرد و شما هدایت کردید با رافپور صحبت کردید، و از اونجا به بعد فکر میکنم الان فکر میکنم یک سال و نیمی هستش که ما با هم تقریبا در ارتباط هستیم. اونم ارتباطمون خلاصه شده در 2 جلسه، ولی بیشتر صحبت هایی که مشکلاتی که پیش میومد من صحبت میکردیم با هم. چیزی که من دیدم ایشون خب
زاویه دیدشون و نوع نگاهشون به حل مسائل کاملا متفاوت با دیگرانی بوده که من دیدم. این زاویه دید باعث میشه که ایشون بتونه مسائل رو راحت تر حل کنه، واقع بینانه به مسائل نگاه بکنه و باعث میشه که بدون تعصب نسبت به هر مسئله‌ای وارد بحث بشه و اون رو چه درست چه غلط با طرف مقابلش به سمتی ببره که بتونن به یک مشترکاتی برسن، تا اینکه در مورد به قول معروف تضادها با هم صحبت کنن. این چیزی بود که من از ایشون دیدم و این باعث شد که هنوز این دوستی ما ادامه پیدا کنه، چون بدون هیچ تعصبی در مورد خیلی از مسائل حتی علمی نسبت به اون نگاه ویژه‌ای داره. این قوه تجزیه و تحلیل و زاویه دید به خصوص ایشون فکر میکنم یکی از نکات بارز ایشون باشه.